ماما قربون برم، میخوای امروز یه حالت خوب نیست نری مدرسه؟ نه میخوام ببرنمون سینما. آره میدونم، پس میریم لقمتو بخور که بریم. باریکلا. صد بار گفتم این گربه نه یا تو تخمم بدم میاد، موهاش همه جا ریخته. جواب مرخصی تو گرفتی؟ امروز نامش رو میزن. یعنی چی؟ دیشب که گفتی مرخصی تو رد کردی؟ عروسی پس فرداستان، نه یه ما دیگه. همه دارم با تو حرف میزنم ها. اگه میفهمیدی انو درخواست ندادم میخواستی شروع کنی غور بزنی. گفتم امروز با رئیسمون حرف میزنم دیگه. من غور نزدم. بودو ماما آسانسور بزن. سلام. می‌کردم از امروز میری مرخصی؟ نه از فردا. البته عروسی پس فرداست، فکر کنم یه روز زودتر بریم. رفتی واسه جلیش ناخونا؟ آره. خوب شد؟ موی خیلی خوب شد. سلین کارش حرف نداره. به من رفتم رنگ طبیعی زدم، بازرسم میاد دیگه معلوم نیست. خوبیش هم اینه که دیگه میشه باهاش نماز هم خون پرسیدم از یه نفر. خوش هم سلام. خوش هم خوش میکنه میاد بالا. سلام. چطوری؟ خوبی؟ ببین، بطرم هم موافقت شد. دلت خوش شد؟ این از خودشونه کلان کلاس هنر کنسل کنه. نمیزنی اونجا از پیدی کس بچه ها قرص خورده. مطمئنی قرص خورده؟ بازی مستهی که قرص خوردی؟ باید بالا بیاری. دستتو بکن تو هر بس دیگه. بفرم. سعبی بسه چی قرص خورده؟ نمیدونم خواهم. من میخوام کمکش کنم. تو این هم مشکلات خودتو به من گفتی؟ من به کسی چیزی گفتم؟ نه. بگو. یه حامل از خواهم. آخه اینطوری که نمیشه. باید بگی به خانوادت. شما خانواده من نمیشناسید. بابام بفهمه میکشد. خب به مامانت بگو. مامانم سکته میکنه. میخوای من باشون حرف بزنم؟ نه. زدف جان، الان باید عاقل باشی. تو که نمیتونی این بچه رو نگه داری. یا باید بندازیش یا به پدر مادرت بگی یه تصمیم دیگه بگیری. هنوز با همون پسر دوستی؟ اسمش چی بود؟ مانی. تو همین کافه سرکوچه کار میکنه؟ کافه مال خودش. بهش گفتی؟ چی میگه؟ دیگه باید هر چی زودتر از شهرش خلاص. من هر کمکی از دستم بر بیاد بهت میکنم. فقط حتما خانوادت باید در جریان باشن هر تصمیمی که میگیری. فقط میشه قول بدین شما بهشون چیزی نمیگید؟ خیالت راحت. من فکرم شوخی میکنه. پس واقعا هیچ کسو دعوت نکرده. دیدی بهت میگم این دختر دیوونه است. من گفتم کامل ناراحت بشه. گفت به همه گفتیم فقط دوستا رو دعوت کردیم و خانواده درجه که خودمون دوتا رو. شما هم که خانواده درجه یک من هست. خب راست میگم مادر، وقتی پدر مادر نداره که بیان عروسیش دیگه بقیه شد. خیلی خوب، هر وقت حرف خواهرت میشه میزنی زیر گریه. گریه نداره که، الان عروسی شادیه، باید بخندی. بخند واسه من. خیلی خوب، خودتو لطف کردی. آفرین دختر قشنگم. ببین این لباس رها فردا ظهر آماده میشه. شما اگه میخواین صبح زود برین نمیتونین پشت هم بریم. ما حالا بابات بیاد خونه ببینیم اون چی میگه.
چی شد؟ قطع هنوز راه. میخواد یه خط به اسم خودش بگیره، فعلا که نرفته. مامان جان فکر کنم رهاست دمه در، من بهت زنگ میزنم. خدافظ. بله سلام عشق من، آسانسور خرابه، یه دقیقه بای سلام میارم. الان جلومه دارم بهت میگم تاریخ نداره دیگه، تب کرده، میخوام ببرمش دکتر. دفترشی خودم چیکار داری؟ چرا؟ نه تاریخ داره. اینو که نمیتونم جای اون بدم به دکتر، قبول نمیکنه. حامد کی میای؟ خودم میبرمش. نه نمیخواد، یه کارش میکنم. خداحافظ. سلام. تازه خوابش برد. حالش چطوره؟ تبش قطع شده. دکتر گفت یه سرماخوردگی ساده است. گفت تا یکی دو روز دیگه اگه بهتر نشه دوباره ببرمش بیرون. صبح دیدی حالش بده، نباید نیستش بره مدرسه. فقط یه ذره بیحال بود. این بچه ضعیفه، دوباره مثل پارسال همش سرما خورده نباشه، کار نمی کنه. مرخصیت اوکی شد دیگه؟ نه. یعنی چی نه؟ باید برم ماموریت آبادان. برای همین بهت گفتم باید زودتر درخواست بدی دیگه. فرقی نمی کرد، مرخصیم هم درست می شد ماموریت بود باید می رفتم. یعنی چی؟ ما این هم برنامه ریزی کردیم، این بچه قرار ساختوش عروس باشه، تمرین آواز کرده، بهش بگم نمیریم؟ سارا جان مهندس اکبری مریضه، من بعد جاش برم، میفهمی؟ بعدم باز فرقی نمیکرد، مرخصیم هم درست میشد من نمیومدم. این بچه مریضه، بعد ببونه خونه استراحت کنه تا فردا حالش خوب میشه. بعدم اگه تو نیای من با مامانم اینا میرم رهارم میبرم. دنیشی من میرم رهارم میبرم. میگم این بچه مریض، نمیفهمی تو؟ به هر حال ما صبح میریم. شما بی خود میکنی. درست حرف بزن. باشه من درست صحبت میکنم، ولی شما هم این بحث رو تمومش کن. جدیدن خیلی سیگار میکشه. خواب هنوز؟ نه خدا رو شکر تبش قطع شده. نمیدونم کی میره. نه بعد دیشب که بحثمون شده اصلا حرف نزدیم. شما کی راه میافتین؟ آخه خیلی خوش بگذر. حالا در تماسیم دیگه. قربونت.
شما. حیف شد امروز مامان اینا رفتن. راه حالش بهتر شده بود کاش ما هم میرفتیم باهاشون. مگه ما خودمون نمیریم؟ پس لباس من چیه؟ امروز میریم میگیری مامانی. فقط بابا مرخصی نداشت، شما مریض بودی. گفتیم بهتره نری. الان بهتر شدی شاید هم رفتیم. حامد ما با سواری بریم؟ با سواری بریم؟ رانندش معلوم نی کیه؟ خب یه راننده مطمئن پیدا میکنیم. اصلا با ماشین خودمون میریم. خودم رانندگی میکنم. شما تو جاده رانندگی کردی؟ که برداری یه بچه رو خودت ببری تو جاده؟ من 15 سال تصدیق دارم. رانندگی من خوبه. تو شهر رانندگی کردی؟ فکر کردی راننده ای؟ بعدش این بچه تازه داره بهتر میشه. ول کن. چرا اینجوری میکنی حامد؟ خودت میخوای نیای؟ میخوای نذاری ما هم بریم؟ آی سارا تو چرا اینقدر دوست داری بحث کنی راجع به یه چیزی؟ برای که بحثای ما هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. آی مهندس من تا 10 دقیقه دیگه به شما زنگ میزنم. من میرم حاضر میشم منو برسون فرودگاه. رو بابا شما هم صابونتو بخور حاضر شو با مامان بیا بابا رو برسون. باش. برو میرد برم. الو آقای رضایی من با آقای مهندس صحبت میکنم به شما خبر. مامان موشه عاقل بود، زن باهوش و کامل بود. یه نگاهی کرد به مهمون گفت که بچه موش. من چیکار کنم اون پیچی چلو ماشین؟ حواست تو باید باشه دیگه. با این رانندگی میخواستی بری تو جاده؟ تقصیر من که نبود. همینجا نگرده من پیاده بشم. بوسه بابا رو بده ببینم. حامه بس دیگه گفتم نه. بیا ماما. کیه؟ پدره. خداحافظ. گوشی؟ الو رفته بودم آب بخرم داروشو بخوره. ماشین همین جلوی دکست داشتم میدیدمش. الان زنگ زدی همینا رو بگی؟ من پشت خطی دارم فعلا. الو سلام خودم هستم. سلام خانم عسکری خوبین؟ صدف خوبه؟ بله من جلوی پارکینگ خونه‌تون هستم. باشه من منتظرم. خانم امیری؟ بله خودم هستم. ببخشید مزاحمتون شدم. نه خواهش میکنم این چه حرفیه؟ چی شده؟ صدف از دیروز رفته مدرسه بر نگشته. به 1000 نفر زنگ زدم هیچ کی ازش خبر نداره. به پلیس هم زنگ زدم حتی. یه امروز زنگ زدم مدرسه بهشون گفتم. شماره شما رو مدیر بهم داد. گفت دیروز بعد از اون اتفاق مثل اینکه با شما حرف زده. مثلا اینم به شما چیزی نگفته؟ نه چیز خاصی که به من نگفته. اینا این سن خیلی حساسن. باید بیشتر درکشون کنیم. با خودتون چی؟ با خودتون حرفی نزده؟ هیچ وقت پیش نیومده راجع به مسئله شخصیش با ما حرف بزنه.
وقتی مدیر بهم گفت دیروز قرص خورده داشتم از ناراحتی دق میکردم. هنوز نتونستم به باباش بگم. تو رو خدا شما اگه چیزی میدونید بهم بگید. سلام آقا. سلام. آقا مانی هستم؟ نیستم. کی میاد؟ نمیدونم، این دو سه روز ازش خبر نداره. میشه شمارهشون رو بدین به من؟ شرمنده، نمیتونم. من از آشناهاشونم، کار واجب دارم. باشه، ولی من نمیتونم، ببخشید. کی رسیدین؟ ما یه نیم ساعتی میشه، جات خالیه، هوا خیلی خوبه. شما چطوری؟ ما هم رفتیم لباس رها خانم رو گرفتیم، انقدر قشنگ شده. ببینم خوشگلم. رها مامانی سلام، مادر جون لباسمو ببین. قربونت برم، وای عین فرشته ها شدی رها. چه خوشگل شدی تو. بابا کجاست؟ همینجا. سلام بابا. من اینجا. سلام آقا جون. چطوری؟ آخه سلام. سلام. یمون حامد درزی تعمیرکن پالایشگاه مختل میشد. شما روشن فکرا نمیتونستین عروسیتون رو تو شهر بگیریم؟ ایشالا شوهر بعدی. این هیجان عروسی شدنه به دل نگیرد. سارا عروسی فرداست، با حامد صحبت میکنم. گفتم دیگه چند بار بگم، حالا با هم حرف میزنیم قربونه، خیلی بهتون خوش بگذاریم. خداحافظ. قربونت، مراقب خودتون باش. دفتر نقاشی من بیارم؟ بله حتما میتونی مامان، فقط پاشو لباساتو بپوش مامان، دیر میشه به عروسی نمیرسیم. باش بود. ببین آدرس و لوکیشن دقیقو برام میفرستی لطفا. حواست باشه حامدم اگه زنگ زد فعلا چیزی بهش نگو. باشه مامان، خدا رو شکر خوب شد. الان خواهشن لرم داریم میای مادر جون. شکلت برم که اینقدر ذوق میکنی مامانی. سلام، آدرسو برام بفرست، میذارم تو ویس بهت خبر میده. باشه، فقط مواظب جاده باشیم. قربونت، خدا حافظ. مادر جا ماما، پدرت مأموریت میاد عروسی؟ نه مامان جان. رها ماما، ما به بابا نگفتیم داریم میایم شمال. دیدی که من هر چقدر اصرار کردم گفت نه. الان اگه بفهمه عصبانی میشه. بهش نمیگیم. باشه؟ از مأموریتم که اومد نباید بفهمه. این راز بین من و توه. خب؟ باش. سلام. سلام.
ببخشید ایچگره از همین طرفه؟ ایچگره همین مستقیم برو. خیلی ممنون، بفرمایید شما رو هم برسونم. دستت درد نکنه، خونه همین نزدیک هاست. خداحافظ. مرسی. الان میرم این کلبت رو آماده میکنم. دست شما درد نکنه. مرسی. سارا کاش بهش خبر داده بودی، بعدن یکی از دهنش در بره حامد بفهمه خیلی بد میشه. عشق من اون الان دلش به این خوشه که ما حرفش رو گوش دادیم. اصلا بذار حالا برگشتم شاید خودم بهش گفتم. تو استرس نداشته باش خوشگلم. رابطتون چطور؟ همونطوری. سارا سلام عزیزم، مبارک و عروس خانم. کی رسیدین؟ یه نیم ساعتی هست. حواستون هست تمام جاده برف و بارون بود، امشب چی میخواد بشه؟ هیچی نمیشه. بایی میخوایی بیای؟ چیه چشه؟ بعد لباسم؟ نه بابا سارا بایی میخوایی بیای جونه؟ نه همون جوری که شما دستور دادین ما میاییم به این عروسی دیوونه بازی که شما گرفتین. نه همون رو همون لباسم. چی شد؟ خدا چیز؟ سینا کجا خودم؟ من برش چسب زخم بیارم. سیمانی بخوردم شما این بچه رو نتونستی نگه داری. خیلی خوش آمد ازشون. نه مرسی من نمیخوام. میگم رفتیم تهران تیم به کنسرتشون، میخوام برای اولین بار کنسرت بزنم. مستم تیغش بریدش هستم. مستم تیغش بریدش هستم. بیا بریم شاه چراغ شاه چراغ یه گل سایه چمن سایه چمن تازه شکفته تازه شکفته. نه دستم بهش میرسه بهش میرسه، نخوش میفته نخوش میفته. مستم تیغش بریدش هستم. مستم تیغش بریدش هستم. از پیش آسمی بر خشکه از اسم و جان خود بودم
مثل ما شیان چقدر قشنگ خونه چه میز شام آخری هم چیزی خواهم تو شبی ایوان چی کار میکنه دیوانه بیا برویت روخ من سویت روخ من هستی چو بهش الو حامد نشیدم زنگ زدی کارم داشتی خوابه نه خدافز بیا خوابی بیا مامان دوشت و سهلی تسلیت میگم
بابای فوت رو دکتر صادر کرد. علت مرگ گاز گرفتگی تایید شده. بقیه کارش هم تهران انجام شد. یکم از این مورد با زنگ بزنیم آمید بیتر
کجاییم؟ سرد اومد. من میرم دنبال کارش. خودم میرم. برو باش. برو. بذار بابات بهش بگه. میگم بهش. الهامم. خوبم تو خوبی. سم درد میگرد زود خوابیدم. من بهت زنگ بزنم. خدا بزن. چرا بهش نگفتی؟ باید یه فکر دیگه بکنم. فکر دیگه چیه؟ پری تو یه چیزی بهش بگو. سارا جان بذار یکم فکر کنم. فردا بهش زنگ میزنم. اون باید پاشو بیاد تهرون. فردا چی رو میخوای بهش بگی؟ بده من خودم بهش میگم. میگم بهش. بده من سارا، لج نکن. بده من. بابا انقدر اذیتش نکن دیگه. شما متوجه نیستی. اصلا نمیفهمی. Thank you.
کلمه به من نباید میگفتی میخوای چی کار کنی؟ اونم باید انجامش میدادم. کاش راستشو میگفتی، قالشو میکندی. بابا کجاست؟ در سیگار میکشه. هنوز تو خودش هر وقتی گفتی چیکار کردی؟ بهش بگو میخوام به حامد زنگ بزنم. حامد یه اتفاق بعدی افتاده. من رها تصادف کرد. خودتو برس. امروز حالش خوب نبود، بردمش دکتر. ماشین بهم زن. زود بیام. خوب. بدم آمد. الو حامد جان. حامد جان. آروم باش. داد نزن حامد جان، گوش بده. رها حالش خوب نیست، باید بیایی. رها چش شده؟ سارا چرا حرف نمیزنی؟ میگم رها چش شده؟ حامد بابا رها چش شده؟ میگم رها میگم رها چش شده؟ حامد ما میگم رها چی میگم؟ سارا درست تعریف کن ببینم چه جوری شد. تمسو بیه زار تب داشت، گفتم ببرمش همین دکتر نزدیک. با ماشین رفتیم، تمام مطب جا نبود. یکم دورتر بار کردم، من اومدیم از خیابون رد شیم. این ماشین با سرعت اومد زد بهم، من رها افتادیم زمین. دیگه هیچ یادم نیست، چشم باز کردم. ضربه محکم خورده به سرش. روم ساده چجوری زده در رفته؟
نتونستم برم این مأموریت گفتی رو. کاش رفته بودی مروسی سارا، کاش رفته بودی. بمیرم واسه دلت حامد جان. دلم سوخت. از خودمون خجالت کشیدم. تو بچه‌مو تو سردخونه دیدم. این کار خوابیده بود. یه زخم کبودی رو پیشونیش بود. خواستم بغلش کنم ببرمش تا آمبولانس، نذاشتم. سر کوچه بهتون زد، توی کوچه زد. منظورم اینه برای خیابون زد یا توی کوچه؟ توی کوچه. رنگ ماشین چی بود؟ مدل ماشین؟ من ندیدمش بعدشم که بیهوش بود. شما رو برد بیمارستان؟ نمیدونم حامد، میگم بیهوش بودم دیگه. خب الان اون کوچه مطب کجا پارک کردین شما؟ کم جلوتر. به هم بگو دقیق. همینجا. اینجا؟ همینجا.
خود اومدی رفتی؟ طرف مطب دیگه. این مسیری که رفتی رو برو. کجا زد بهتون دقیق به من نشون بده؟ همه صد دفعه گفتم وسط همین کوچه. ساعت مثل که هیچکی نبوده ولی میشه دوربینا رو چک کرد. بریم کلان تری. نامه پزشک قانونی جواز دفع. دست پدر خانوم همه پرنامه نیست. باید میابردیش. خیلی خب، حالا یه کاریش میکنم. ایشون همسرتون هم که تصادف کردن؟ بله. ایشون هم باید اظهار رو تو امضا کنه. خانم بفرمایید، اینجا رو امضا کنید، مشخصاتتون هم بنویسید. چقدر دیر واسه شکایت اومدی؟ من تهران نبودم، بعدش هم حالمون خوش نبود. میفهمم. عجیبه ولی ما هیچ گزارشی از این تصادف نداریم. میشه لطفاً یه پیگیری کنید؟ الان میگم یه استعلام بگیرم. فقط دو سه ساعتی ممکنه طول بکشه. اشکالی نداره. راحت بشی. اینا تصاویر دوربینه کافه و آژانس و مطب آوردن. البته محدوده زیادی رو پوشش نمیدن. ولی خوشبختانه ته کوچه یه شرکتی بوده که پارکینگش دوربین داشته و اون دوربین تونسته کل کوچه رو بگیره. ولی فعلا شما این فیلم رو ببینید تا استلام پرونده تونم بیاد. خیلی ممنون. این تصاویر همون دوربین ته کوچه است، حدودا همون ساعتی که شما گفتید. بله بله. اینو یه لحظه زوم کن. برش کردون این عقب لطفا. بچه‌مو چیکار کردی؟ سارو نمیذارم اینجا زنده بری بیرون. نمیذارم زنده اینجا بری. صدا تو بیا پایین. صدفا بچه‌مو کشته. به خدا نمیذارم بیرون. میگم بچه‌مو چیکار کردی؟ چیکار کردی آشغال بچه‌مو؟ بچه‌مو کشته. آه! حرف بزن. آقا با شما ما رو. برای چی به من دروغ گفتی؟ با تو هم راحت شدی؟
حامد. حامد جان. حامد. پسرم. باور کن اینقدر شرایط روحی سارا خراب بود که اصلا جرأت نکردم به تو بگم. باور کن. حال روحی اون خراب بود. شما نباید راستشو به من میگفتی؟ بابا به خدا حال ما از اون بدتر بود. دست شما درد نکنه. من شب عروسی به شما زنگ نزدم. نباید همون شب همه چیزو به من میگفتی؟ حق با تو. من همه چی توضیح میدم. حرفی هم داشته باشم تو دادگاه میزنم. من از خود شما دو نفرم شاکیم. خدا خان دخترم نمیشه فقط شاکی و متشاکی یعنی طبق این دادخواست شما ایشون رو متهم به قتل دخترتون کردید چون توی پرونده گواهی پزشکی قانونی هست مبنی بر خفگی البته من ایشون رو متهم به قتل نمیدونم ولی در صورت کاری که این خانم کردن منجر به مرگ دختر من شد با توجه به اینکه من به عنوان شوهر ایشون به عنوان پدر اون بچه چندین بار با رفتنشون مخالفت کردم خانم شما چرا بدون اطلاع همسرتون رفتین سفر؟ جوابی ندارم دادم اجازه بدین آقا بفرمی ایشون نه تنها فقط سفر رو بدون اجازه من رفتن بلکه یه دروغ بزرگترم به من گفتن این اتفاق تو شمال برای بچه من افتاده و خودشون و خانوادهشون میگن ما تو تهران تصادف کردیم برای من صحنه سازی کردن کجا میرید؟ ما از صبح تا اینجا کار برای چی میاد تو؟ بفرمایید بیرون. نه برای چی میاد تو؟ یه مأمور بذار کسی نیاد. کجا داری میری بدون نوبت؟ در هر صورت حاج آقا من به ایشون دیگه اعتماد ندارم. از کجا معلوم دلیل مرگ بچه من خفگی باشه؟ از کجا معلوم یه دلیل دیگه ای فوت نکرده باشه؟ توی پرونده گواهی فوت هست. ما طبق اون پیش میریم. ببینید خانم ایشون ولی قهری بچه هستن اگه ثابت کنن که سهل‌انگاری از طرف شما بوده محکومی لطفا توضیح بدین خانم حرف نزدنتون هیچ کمکی به شما نمیکنه خیلی خوب شما فعلا با توجه به شکایت و اتهامی که بهتون وارد شده با قید وثیقه نقدی آزادید اینجا امضا کنید انگوش بزنید حرفم که نمیزنید شما امضا کنید حاج آقا دختر من هیچ کاری نکرده اتفاق افتاد این خودش سرم داغ داره اون بچه خب بچه اینم بوده شما مادرشی؟ بله دخترتون به قید وثیقه نقدی آزاده البته فعلا وثیقه چرا؟ بگه این چی کار کرد؟ بفرمید برید کاراشو انجام بدید شب نمونه توی بازداشتگاه دستور میدم جلسه بعد به عنوان شاهدم حضور داشته باشی بهش بگی جلسه بعد حرف بزنه این قضیه تموم بشه بده سلام 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 چی شد بابا تونستی با حامد حرف بزنی؟ رفتم دنبالش ولی اصلا وای نساد ببینه من چی میگم حقم داره یعنی چی؟ همین جای اون بودم حال روزم بهتر از این نبود اونو الان عصبانیه دیگه
چه عوضی این حامد. باید با مادرش تماس بگیرم. خودش هستم بابا دیگه حرف هم نمیزنه. سارا مامان جان دیگه آرام بخش نخوری ها. چند بار زنگ زدم در بار نکرد. مردی که پوفیوز نه جواب تلفن میزه نه در خونه شو باز میکنه. سینا حالا به خود انگار خواهرم قاتله. این چه طرز حرف زدن مامان جان؟ گرفته کتکش زده. شما هم که هیچی نگفتی. مگه نگفتی خواهرش رازش کرده منو ببینه؟ این حرفی بود که خواهرش زد. بفودای سه میاد الان سه و نیمه. این همش خانم عسکری ساعت 12 شب بود یه دایی صدم بره بر شناسایی صدم و زیر پل پیدا کردن که از خون ریزی سخت مرده بوده. دوربین های پل گرفتن با یه پسره بوده اونجا جر رو بس کردن به سر گذاشته رفت صدم و پایی پیدا کردن. تو بزش خانی فهمیدم که حامله بوده. از عرض ما خونه نمیمده. اگه زودتر میدونستم یه کاری برش میگردم. به من زنگ زد گفت نگرانم نباش. من ازت نمیدونم با کی بوده. من این عکس از تو اینستاگرامش پیدا کردم. من همه این دوستاشو میشناختم. هم کلاسیاشو میشناختم. ببین شما کسی رو میشناسید؟ گفتم بیا کمکم کنی. شاید الان بچه هم زنده بود.
اون روزم که میخواست بچهشو سخت کنه من بهش گفتم اول با شما حرف بزنم. شاید باید بیشتر بشه از رو میکردم. شاید همون روز به من میگفت. یه چیز دیگه هم هست، صدف به من گفته بود پسری که باش دوسته صاحب کافه سر کوچه مدرسه هست. یه دقیقه صبر کنید من بیام پایین. اون روز که گفتیم صدف گم شده من رفتم سراغش، گفتن نیست. وحشت الان دارم اینا رو به تو خانم امیری. صبر کنید لطفا من بیام پایین. شما بالاخره تصمیم گرفتی حرف بزنید یا نه؟ ببینین دختر من اصلا حالش خوب نیست. حامد جان شما خوب میدونی که همه اینا فقط اتفاق بوده. برای چی داری خودت و سارا رو اینقدر اذیت میکنی؟ سنت از روزی که اون بچه اینجوری شده یه قطره عشق نریخته. دختر من تو شاکند. آخه چرا این کار رو با خودتون میکنی؟ من گفتم تو این جلسه حضور داشته باشید فقط جهت شهادت. همه چیز تو اظهارنامه هست. کلی هم مهمون اونجا بودن که میتونن شهادت بدن. دیگه دروغ اون واسه چی آقا جون؟ نه من نگفتم دروغ میگید. همه که همه چی هم پنهون کردید شما هم شریک جرمید. همه جان اجازه بدین آقای امیری. من اظهاراتتون خوندم. البته پرونده شاکی عمومی نداره چون ثابت نشده مرگ بچه در اثر سهل‌انگاری مادر بوده. ولی شاکی خصوصی داره. ولی قهرشون هستن. فقط باید ایشون رضایت بدن. ما چند بار رفتیم در خونه ایشون که با ایشون صحبت کنیم اما دامادم اصلا دیگه به حرف ما گوش نمیده. یعنی اصلا اجازه این کارو به ما نمیده. خانم شما بهتره به جای سکوت با شوهرتون حرف بزنید، راضیش کنید، یه دلجویی، معذرت خواهی. شما خودت مادری میفهمی من چی دارم میگم. ما باید کمک کنیم بچه ها مشکلشون حل شه. سارا واقعا حال روحیش خراب بود. حالا ملاتی تعریفی نداره. مریم جون به خدا ما تو دادسرا یک کلمه راجع به درگیری کلانتری هیچ حرف نزدیم. ما هم راضی نیستیم هیچ کدومشون انقدر اذیت بشن. اما حامد هم حق داره دیگه. میگه چرا همه به من دروغ گفتن، سارا، مادرش، پدرش. شما درست میگین، حق با حامده، ولی به خدا برای هممون شرایط خیلی بد بود. حالا باز من و مادر بیشتر باش حرف میزنیم. میگم دایی بزرگم هم باش حرف بزنه. سعی میکنم یه قرار حضوری بذاریم همدیگر رو ببینیم. ایشالله که رضایت میده. خیلی ممنون مریم جان. از قول ما به همه سلام برسون، به دایی، به ماما، به همه. چشم. قربان تو. خیلی ممنون. سلامت باشی. خدا. حامد جان. شما هم دیگه اخمتو وا کن دایی. رضایت بده. نه خودت رو اذیت کن، نه این بنده خدا رو. ما هممون حال شما رو میفهمیم. به خدا داغون شدین هر دوتاتون. بس دیگه. اتفاقی که نباید میافتاد افتاده. هممون داغ داره. وضعیت روحی سارا رو ببین حامد جان. تو هم حق داری مادر. غم اولاد سخته. ولی اونم مادرشه. یه اتفاقی افتاده، عمدی هم در کار نبوده. معلومه که عمدی در کار نبوده. دایی جان شما هم به بزرگی خودت ببخش. رامت جون شما گذشت رو ایشالله یه مدت میگذره همه چیز درست میشه. زمان همه چی رو حل میکنه. چایتون سرد میشه. بفرمایید. دست شما درد نکنه.
دارم میرم ماموریت. منو برسون فرودگاه، بعد برو خونه.